خبرگزاری رویترز از قول یک منبع معتبر گزارش داده که سازمان ملل متحد پرداخت حدود 6 میلیون دلار را به امارت اسلامی برای تامین امنیت تأسیساتش پیشنهاد کرده است، اما معاون سخنگوی امارت اسلامی این موضوع را رد می نماید. در این مورد طبعاً هنوز این موضوع به گونه رسمی تایید شدنی نیست پیش ما. همزمان با این وزارت خارجه ژاپن در یک اعلامیه گفته است که جهت رسیدگی به مشکلات افغان‌ها مقیم در افغانستان و کشورهای همسایه حدود 109 میلیون دلار آمریکایی کمک می‌کند. ژاپن می‌گوید از مجموع این کمک‌ها 100 میلیون دلار آن به افغانستان و متبقی به کشورهای همسایه اختصاص داده شده است که توسط 16 نهاد بین‌المللی برای بهبود وضعیت بشری افغان‌ها مصرف خواهد شد. دولت ژاپن برای رسیدگی مستقیم به نیازهای بشردوستانه در زمینه‌های مانند مراقبت‌های صحی، غذا، تغذیه، حفاظت آب و صحت و همچنان بهبود معیشت به افغانستان و کشورهای همسایه‌اش کمک خواهد کرد. در همین حال امارت اسلامی با ابراز خرسندی از کمک‌های کشورهای جهان با مردم افغانستان می‌گوید که این کمک‌ها باید از طریق دولت افغانستان به مصرف برسد. ما از مساعدت های کشورهای امدادرسان و سازمان های امدادرسان استقبال میکنیم که در این مقطع حساسی که کشوری ما مردم ما با او روبرو است، آنها صدای خود را بلند میکنه و در فکری از هستند که مساعدت ها را انجام بدن. این قابل تقدیر است، ولی امارت اسلامی من حیث یک نظامی که در کشور خود کنترل داره میتونه که از تمام جریان‌هایی که در کشور وجود دارد نظارت کنه. منجمد ماندن پول‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا باعث تشدید بحران اقتصادی و مالی در کشور شده است، اما کم از کم 46 عضو دموکرات مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا با ارسال نامه به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از وی خواستند تا برای جلوگیری از قحطی گسترده در افغانستان زمینه رهایی و دسترسی به سرمایه‌های منجمد شده آن کشور را فراهم کند. این قانونگذاران آمریکایی گفتند که با این خواست جامعه بین المللی موافقند که ایالات متحده از اعمال فشارهایی که سبب فروپاشی اقتصادی افغانستان می شود باید بپرهیزد.